همتان جور و صد سلامت باشین. در قدم نخست تسلیت حرص میکنم شهادت جناب استاد مبشر مسلمی را به همه مردم دردیده و رنجیده ما که شب و روز در وطن ما یک روز خبر خوش نمیشنیم، شب و روزشان در درد و رنج مصیبت و غم است. الله سبحانه و تعالی غم و درد و مصیبت و رنج از وطن ما دور کنه، همه مردم ما را در فضای صلح و صمیمیت در فضای صلح بتوانند زندگی خوش آرام خود آغاز کنند. خصوصا ما کسایی که در خارج زندگی میکنیم، هر روز که به شبکه های اجتماعی سر میزنیم یک خبر بسیار ناخوشایند از وطن ما به گوش ما میرسه که بسیار باعث رنجش خاطر و آزار ما قرار میگیرد. خصوصا مرگ علمای ما، شهادت علمای ما و همچنان چقدر خواهرای ما بیوه میشن، چقدر اطفال افغانستان یتیم میشن، هی هر کدامش یک درد و رنج و مصیبتی هست که ما تحمل و صبر از او را نداریم و واقعا خیلی خجالت میکشم در این وطنی که یک قدر درد و رنج است و این دولت مردایی که در قدرت قرار دارن همیشان خواب برده هستن و همیشان از کشورهای همدست یهود و نصارا هستن و اینا نمیخواین که در وطن صلح و ثبات بیاید و همی چوکی در ممت و قایم گرفتن. هدفشان فقط دنیا و پول و منصب و چوکی است. هیچ کدام از یا به خاطر خدا نمیه که یک خدمت کنه، کمر بسته کنه تا وطن دارای ما یک زندگی خوش آرام در وطن آغاز کنن. در قدم دوم شما شاید خطبه مولانا صاحب مجیب رحمان دیده باشین که جناب مولانا صاحب بعضی حرفایی را زدن که در فایشان خطاب به همه دولت بود که هر کسی که از این دولت حمایت میکنه در گناه کبیره شامل است. هدفشان از کسایی بود که از این همین نظام کفری که در افغانستان حاکمیتی که وجود داره، هدفشان حمایت از همین نظام بود. اگر از همین نظام فاسده که فعلا در افغانستان است، منی که در این خارجم هستم حمایت کنم، در او گناه شامل هستم، گناه همه مردم در پایم نفشه میشه و توی که فعلا ویدوی مرا میبینی و یا در وطن استی هر جای استی، اگر از این نظام حمایت کنی گناه همه به خودت نیز نوشته میشه. به خاطر از اینکه این نظام نظام اسلامی نیست، نظامی است که همیشه از کشورهای اینا را حمایت میکنند که اینها نمیخواین صلح و ثبات در وطن ما بیاید و اینمی نفرهایی که در چوکی ششتن در رأس دولت ششتن، اینا نه از دین آگاستن نه از خدا آگاستن، فقط هدفشان چی است؟ که پول افغانستان هم به خارج بکشن، به خودشان بکشن، فامیلای خودشان، زنشان، اولادشان در کشور جهان زندگی دارن. بعضشان زنایشان یهود و نصارا هم هست و بعضشان که اگه یهود و نصارا هم نیستن مطابق شریعت اسلام هیچ کدامشان پایبند نیستن. و میشناسن بعضی کسایی که در این کشور حتی فامیلایشان از زندگی میکنن و خودش در افغانستان در دولت ششته و چوکی دولت گرفته چیز مده دولت خدمت میکنن در حالی که هیچ کدام از یا خدمت نمیکنن. و این مولانا صاحب بزرگوار این کلمه را که استفاده کردن، هدفشان از حمایت بود، یعنی شما از این دولت از این نظام کفری حمایت نکنین. اما متاسفانه بگویم مردم ما بعضی، البته همه مردم ها نمیگم، بسیار مردم های دین دوست شریفی داریم در گوشه جهان هستن، هیچ از این نظام حمایت نمیکنن و خوش نیستن. اما بعضی کسایی از این نظام حمایت میکنن، کسایی هستن طبعا یا در نظام چوکی دارن یا کدام منصب دارن یا مقام بالا دارن، هدف از اونها فقط این همی دنیا سونه ما از این نظام حمایت میکنن که همیشون شامل گناه هستن بدون شک. اما بیاین ما ندانسته قضاوت نکنیم، اول عرفای یک انسان خوب صحیح با دقت بشنویم که همی هدفش چی بود، چی میگفت. هدفشان فقط حمایت بود، نه یک کسایی که در نظام کار میکنن یا معلم از دکتر از انجینر از هر کس که از اونا کار میکنن، مجبور هستن کار کنن، زحمت بکشن، یک نفقه حلال به اولاد خود، به خانم خود، به فرزندای خود ببرن. نمیشه که اینا همشان خدای نخواسته در گناه شریک شوند. بنان ببینین همی انتحارات انفجاراتی که در وطن میشه، یک روز کس را منی میبینیم از دولت مردا بلند شد و صدای خود بلند کنه بگویم ما اینی انفجاری شد، یک چار کلمه گپای زشت رکی که برشان وارد کنن و اگه بگوین ما شما را گیر کردین، دوباره اگر انتحار کردین، انفجار کردین، اعدام میشوین، اینی کلمات به اونا استفاده کنن. بلکه اگر کدام آنها را گیرم میکنن، اولا همدست دولت هستن، ثانیا اگر همدست دولت نباشن گیرشان هم کنن در زندان میرن، بعد از یک هفته دو هفته میشن آزاد میشن و پس به زندگی امو کارا فسق و فساد خود ادامه میدن. لیکن همین حرفایی که مولانا صاحب مجیب رحمان زد
که هدف ایشان از حمایت از دولت بود، متاسفانه والی هرات آمد و کلماتی را به مولانا صاحب وارد کرد. من بسیار متاثر شدم، واقعا متاثر به این شدم که چرا همقدر فسق و فسادی که در وطن صورت میگیره، در ولایت هرات، در هر ولایتی که صورت میگیره، چرا یک روز والی هرات استاد نشده یک صدایش بزد از این نظام بلند کنه؟ چرا یک روز استاد نشده بزد انفجار گپ بزنه، بزد انتحار گپ بزنه، بزد همی بی عدالتی هایی که در وطن صورت میگیره؟ اما امروز که یک عالم ما هدفش از حمایتی که داری وطن صورت میگیره، صدای خدا وقتی که بلند میکنه، صدای حق که بلند میکنه، شما از دولت حمایت نکنین، چطور میاین در مقابل یک عالم دین استاد میشن و گپای زشت را که خدا میزنن؟ که من واقعا برشان متاثر هستم و میخوام چند کلمه از گپای زیاره که جایداش برداد بگویم که اینا چه گفتن. در قدم نخواست گفته بودن که ایراد پایتخت تمدن اسلامی بوده. درست ایراد پایتخت تمدن اسلامی است. ایراد یکی از بهترین ولایت های است که همیشه تمدن اسلام در اوج جا داشته و همیشه علما و دانشمندا و برگزیدگاهی را در بر خود داشته. هیچ کس از این کار کردن نمیتوانه. ایراد و باستان نامش است و همه ما الحمدلله افتخار میکنیم به این ولایتی که داریم. مولانا صاحب نامده خدا اینا خواسته ایراد را بد بگه یا یک کدام ولایت دیگر را بد بگه. هدف باید شما دقیق تر متوجه میشین و همین که گفتین بعضی کشورها بروفا و صمیمیت به سر میبرن، مردم در مریخ رسید. درست است، مردم در مریخ رسید، اما متاسف به شما هستم که نه به مریخ میرسین و نه به خدا میرسین. اگر کسی میگه گپ خدا میزنه، شما او را رد میکنین و میایین از حرفای زشت در مقابل یک عالم استاد میشین صحبت میکنین. شما کوشش کنین به مریخ که نرسید، نه دقل یک صلح را در ولایت خود ایراد یا در یک قریه جاتش برآورده بسازین که مردم ما در صلح زندگی کنه. گپ زدن مفت همیشه آسان است، هر کس بیا یک چهار کلمه گپی که به خاطر خوشباری بازی دادن مردم باشه، مردم بازی بوده استفاده کنن. و دیگه یکی گفته کسی ما رو دوباره مسلمان نمیتونه و ما دایش اجازه نمیتیم. درست است، مولانا صاحب آیا در صحبتاش گفت که ما میخواییم شما رو دوباره مسلمان بسازم و یا من مربوط و گروه دایش هستم و یا دایش مرم کاری میکنه؟ چرا میخواییم تاپی دایش همیشه بالای علمای ما بزنین؟ اگر مبشر مسلمی ها را در زندان بردین، امی دولت سرش تاپه زدن. اگر استاد دایی را بردن سرش تاپه زدن، دایی گروه دست داری، دایی گروه مربوط میشی. چرا شما وقتی که میخواین یک عالم بدنام کنین، از کلمات زشت مقابل از او صحبت میکنین؟ او همیشه صداشون بلند است، میگه ما قال الله و قال رسول میگن. اونا هیچ وقت نگفتن که ما مربوط از ایز بستیم یا مربوط از ایز بستیم. پس خواهش میکنم لطفا بدون از اینکه شما بیایم قضاوت ناگهانه کرین و توپی یک گروه و سر یک عالم دین ربانی ما بزنین، پیش از او باید شما خوب فکر کنین و بعد از او بیاین علی عالم استاد شاین. از کلمات زشتی که استفاده کردن خوش خدمتی نکن، شرم کن. آیا بر تو جایز است که بیایی یک عالم دین ما را از این کلمات استفاده کنی؟ خیلی متاثر شدم، شرم است برات که به یک عالم دین از این کلمات استفاده میکنی. و دیگه میگه که من از خواجه عبدالله انصاری شرمیدم، از این شرمیدم، از این شرمیدم. چرا از خواجه عبدالله انصاری شرمیدی؟ چرا از گوهرشاد، از هر کسی که شرمیدی، چرا شرمیدی؟ از خدا بشرم. شرم ما و شما باید از خدا بشرمه، از خدا بشرمیم که در وطن ما صلح نیست، ثبات نیست و تو آمده ای علی عالم استاد میشی. عالمی که نه تفنگ داره، نه بودیگار داره، نه موتر زری داره، فقط همیشه صدایش صدای حق است که بلند میکنه، در منبرم بالا میشه، کلمه حق بلند میکنه و تو آمده ای بر ضد از او استاد میشی. میگم ما از این شرمیدم. چرا از او شرمیدی؟ از خدا هم بشرمید که به وطن ما هیچ خدمتی نمیکنین و فقط میتونین صدایتان در مقابل کسی بلند کنین که او نه تفنگ داره، نه زور داره، نه بودیگارد داره. درسته شما در موترهای زری میگردین، بودیگارد دارین، خدمت دولت هم میکنین، پول دولت هم میخورین، مجبور هستین که از این نظام حمایت کنین. چرا که این نظام به شما همین چیزها رو مهیا ساختنه. اونا که هستن بیچاره نه دولت ازشان حمایت میکنه، فقط یک حامی دارن. حامی از واکیست الله سبحانه و تعالی است و بهترین حامی و نگهبانم الله سبحانه و تعالی است. تا وقتی که الله سبحانه و تعالی نخواهد یک ترموش شما ضرر رسانده نمیتوانین. دکتر صاحب عیاض نیازی هم همیشه وقتی که صدایش بلند میکرد، همیشه هر فرق میزد، میگفت تا که الله سبحانه و تعالی نخواهد یک ترمی مکس خیانت کردن نمیتواند. اگر شهید هم میشم
فقط الله سبحانه و تعالی خود شهید در راه حق میکنیم که امی قسم شد اگر مجیب رحمان شما شهید بسازید و شهادتش خونش بی جان میره پیش پروردگار، لیکن افسوس میکنم که شما قدر عالمان ما را نمیدانین و میاین به زد علما استاد میشین و کوشش میکنین حرف بزنین. دیگه چندین تهمت هایی که به مولانا صاحب کردن، یک تهمتشان همی بود که عروس علت کوب کردی. کدام عروس علت کوب کردن؟ وقتی یک حرفی را که ما میزنیم باید حرف ما با ثبوت باش. شما باید اول یک ثبوت پیش کنین که فلانا عروس علت کوب کردی. این یکی از تهمت های بجاست که یک عالم دین هیچ وقت عروس چطور علت کوب کرده میتوانه. خیلی متاثر شدم. باید یک ثبوت بیارین، گرچن به شما ثبوت آوردن مشکلی نداره، چرا که مردمی که بخواید حمایت از دولت کنه، بخواید به ضد یک عالم صحبت کنه، استاد شما ثبوت آوردن هم براش آسان است، چون میتونه یک تهمت کنه، یک عروس بیاره، یک نفر بیاره، یک چند بابت بگه بیا یک تهمت کن یا یک حرف بزن، لیکن این کارتان پیش پروردگار بدون بازخواست نمیمانه که سر یک عالم ما آمدین و تهمت بسیار بزرگی را میزنین. و راستی میگه که مردم مسالات خواجه عبدالله انصار میرفتن و در خاطر آغاز زندگی خود خواجه عبدالله انصاری دعا میکردن، به خاطر شروع زندگی خود تسکین میکردن، توسل میکردن، آرامش پیدا میکردن. خیلی متاسف هستم براتون. اولا که شما در کلماتتون که اول صحبت کردین خیلی از دینداریتون صحبت کردین که ما خیلی آدم های مسلمان هستیم و از وقت مسلمان بودیم، ما خون ریختاندیم، ما شهید دادیم، مردم هرات بهترین مردم است، الحمدلله مردم هرات بهترین مردم است، بهترین عالمان داره که ما از آن جمله مجیب رحمان انصار عبدالرحمن فاتح همه مردم ما میشناسن که اینا چقدر بدین خدمت میکنن. اما متاسف به خود دستم که میای مردم می که در خواجه عبدالله انصار توسل کردن، اول نمیدونی که توسل بر مردگان شرک است و در قدم اول که تو میاییم همه مردم هرات مسلمان معرفی میکنی، باز نباید تافه شرکه بر مردم هرات وارد کنی که اینا به خواجه عبدالله توسل میکنن. چرا به خواجه عبدالله مردم توسل کنن؟ توسل با مردگان جایز نیست. در دین ما که است توسل فقط به الله سبحانه و تعالی از طریق اسماء الحسنی الله سبحانه و تعالی، از طریق اسماء و صفات خود پروردگار جایز است، نه از طریق مردگان. حتی از طریق پیامبر ما نمیتونیم به خداوند توسل کنیم و این تاپه شرک خدای نخواسته برای مردم وارد نکن. اگر خودت کدام وقت توسل کرده باشی نمیشه که ایره بیایی خدای نخواسته و دیگه مردم ثبوت بسازی که مردم دیندار هستن، میگی باز بعدش میای تاپه توسل سر از اونها میزنی که اینا به خواجه عبدالله توسل کردن. این کلمه واقعا خیلی متاثر کننده است. وقتی که دوباره صحبت میکردین کوشش کنین اولا یک کمی معلومات دین خود را زیاد کنین، بعد از او بدانین که توسل به مردگان جایز نیست. اگر خودتان هم کدام وقتی توسل کرده باشین توبه کنین و کسایی که کده باشن هم توبه کنن و دیگر مردم وقتی که زندگیش آغاز میکنه باید بالا سبحانه و تعالی دعا کنه، نه که برای در خود جبدال انصار دعا کنه و آغاز زندگی شبه با او توسل کنه. یافتان کاملا اشتباه است و مجیب رحمان انصاری هم میخوایی نمی خرافاتی ره که اکثر مردم ما که سواد ندارن از جهل نادانی کارا را میکنن. تنها در ایران نه، در هر ولایت، در مزار شریف میبینین مردم همی خرافات انجام میده. در کابل هم یک زیارت به نام زیارت سخی جور کردن این همی خرافات وجود داره. همی علمای ما که کار میکنن هدفشان همی است که نمی خرافات از بین ببرن، عقیده های مردم درست کنن. وقتی شما به عقیده باطل خود استوار باشین و یک عقیده توپی توسل بیارین به مردم وارد کنین، کار درست نیست، نمیشه همه مردم شما شامل ازی بسازین. و دیگه میگن که توطئه بیگانه رو سر ما نبیار. کدام توطئه بیگانه؟ کجا او آمد از بیگانه گب زده؟ آیا کسی گب حق زد و باید محکوم شوه؟ او هم از طرف والی همان ولایت، بجای کوره محکوم کنی بیای گپای رکیک در مقابل از او بزنی، بجای از او میامگی همراهش استاد میشدی میگفتی ای برادرم، ای عالم، ای خادم، ما هم دوستت هستیم، ما میخواییم اینمی خرافات، اینمی درد رنج مردم ما را از بین ببر، بیا همه ما دست به دست هم میدیم، با مشوره شما بزرگا، با مشوره شما خادمین دین ضرورت داریم تا وطن ما پیشرفت کنه. با
و جای از کلمات می آمدین، از کلمات استفاده می کردین، می آمدین حمایت می کردین، دست می دادین، در مقابلشان استاد می شدین تا که پیش الله سبحانه و تعالی صرف رو می بودین. مهم است که خوشباوری کنین و چند نفر بازی بودین. اگرچه مردم آل از همه از سخنان دولت مردم نفرت دارن و می دانن که اینا چی هدف دارن، هدفشان فقط پول و بازی دادن و مردم است، نکنم خدمت. اگر خدمت می کنین ما خدمت تان را ندیدیم. و در آخر عرض کردن که من از همه معذرت خواهی میکنم. خب مولانا صاحب چی کار را انجام داده بود خودت آمده از اردو و از او معذرت خواهی میکنی؟ چه ضرورت به معذرت خواهی داری؟ یک آدم که بیایه گپ حق بگویه و تو میایی سر گپ حق از او تاپه میزنی و میخوای معذرت خواهی کنی از مردم، این خیلی یک کار بد است. به جای معذرت خواهی از مردم که از طرف مولانا صاحب معذرت میخواهی، به جای از او از طرف اشرف غنی معذرت بخوای، از طرف امرؤ صالح معذرت بخوای، از طرف خائنین معذرت بخوای که در دولت کار میکنن، از طرف خودت معذرت بخوای که من نتونستم به شما خدمت کنم، من نتونستم در ولایتم صحیح صلح بیارم، امنیت بیارم. او چهار کلمه که گفتی درست است، او چهار کلمه که او را هر کسی بگویی میتونه به خاطر بازی دادن فریب دادن یک نفر گپ بزنه. با جای از او از طرف خودتان بیاین معذرت بخواین که شما حقیقتها را پت میکنین، خاک و چشم مردم میزنین، تا چوه مردم فریب میدین. با میاین معذرت هم میخواین از طرف کی؟ از طرف مجیب رحمان کدام گپ نزده که خودت بیای معذرت خواهی کنی؟ فهمیدی یک کسی که گپ حق میزنه او نمیاید دوباره از گپ حق بگرده و معذرت بخواهی بگه نه من گپ حق ما په ای گپ که زدم گپم درست نبود. درست است، انسان خالی از اشتباه نیست. بعضی وقت از انسان ها اشتباهات سر میزنه، ایشان هم انسان هستند و هیچ کسی در دنیا نیست که خالی از اشتباه باشه. اما در جای کدام گپی نزده بودن که خود بیای معذرت خواهی کنی و خوشباوری به مردم نشان بدی که ما این رقم هستیم. بنان از همه خواهر و برادرای عزیزم خواهش میکنم لطفا وقتی که یک ویدیو را میبینین از یک عالم ما درباره از تحقیق کنین، کوشش نکنین با احساسات بدون از اینکه بفهمین هدف چی بوده، نیت چی بوده، کدام مورد بوده وقت کامنت بدین و یا دشنام بدین. من روز دیگه چینل ها دیدم همین ویدیوی مولانا صاحب و خیلی مردم و الحمدلله حمایت کرده بودن، استاد بودن در هر گوشه جهان که بودن زیاد من خوشحال شدم. اگر در بین دو نفر کمونیست، دو نفر بیدینی بوده باشه که هم کامند منفی داده باشه، دیگه مردم ما الحمدلله همشان حمایت کرده بودن، صدای خدا بلند کرده بودن، که برای ما خیلی جای افتخار است که ما مردم دین دوست دین پرور داریم. هیچ مردم ما از این نظام دولت خوش نیست، هم از این نظام دولتی که فعلا در افغانستان وجود داره نفرت داره. بیاین شما برین ویدیو بگیرین سر تا سر افغانستان، شب روز ویدیو بگیرین، مردم بگردین، یک نفر پیدا کنین که این دولت خوش هستی بگوی ما خوش هستیم. خیلی یک نظام خوب داره، هیچ کس خوش نیست، فقط خوش کسایی است که چوکی داره، منصب داره، وظیفه داره، موتر زره داره، بادیگار داره، ساتش تیر از پول افغانستان مفت میگیره، شب روزش در دبی است، در کشورهای خارجی است، چکر میزنه. او کسایی که غریب و فقیر و بیچاره است کی در وطن ما دم نست، نه عالم ما دم نست، نه مدیر، نه مامور، نه معلم، نه غریب، هیچ کس امنیت درست وطن نداره که بیاین بگوین ما امنیت بسیار خوبی داریم، الحمدلله خوش هستیم. هیچ کس خوش نیست. پس باید صدای مردم رو بلند کنین، بیاین یک چهار نفری که خوش از امور بیارین که از این دولت یک خوشی کنه. هیچ کس خوش نیست. عالمای روانی ما روز بر روز شهید ساخته میرین، ژورنالیست ها شهید میکنین. هر کس بالاخره که صدای حق بلند کرد، عالم باشه، ژورنالیست باشه، معلم باشه، هر کس باشه، سیاستمدار باشه، سرش از تنش جدا میکنین. کی را میمانین؟ کسایی که طرفدار این دولت است، طرفدار این نظام فاسد است، خودشان فاسد است، اونا مو اصلا خوش خوش میگردن. بنان وقت بیشتر شما را نمیگیرم دوستای عزیز، خواستم حمایت خود از جناب مولانا صاحب مجیب رحمان و هم عالمای ربانی خود حمایت خود ما بیان کنیم که ما حامی از اینا هستیم و حمایتشان میکنیم تا دم مرگ، تا وقتی که قال الله و قال رسول الله میگن، هدفشان خیر، هدفشان دین است، ما همراهشان هستیم و از همه شما میخواهیم که باید از علمای ربانی خود حمایت کنین و همیشه هم دستشان باشین. جزاکم الله خیرا کثیرا احسن الجزا.
Ha ha ha.